من پرویز دستمالچی هستم و الان میخوام درباره ترور میکونوس در برلین در سال 1900 سپتامبر 1992 صحبت بکنم. ببینید، هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران همواره هر سال به کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات دعوت میشد و در سال 1992 کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات در برلین برگزار میشد، یعنی دکتر شرفکندی که دبیر کل حزب دموکرات کردستان بود، کردستان ایران، و فتاح عبدالی که نماینده حزب دموکرات در اروپا بود و همایون اردلان که نماینده حزب در آلمان بود، از تاریخ 14 تا 17 سپتامبر 1992 می اومدن برلین برای شرکت در این کنگره. دکتر شرفکندی علاقمند بود که تو این فاصله 3 روزی که در برلین هست با برخی از رهبران و فعالین اپوزیسیون ایران در برلین نشستی داشته باشه، گفتگویی انجام بگیره برای مسائل مربوط به اپوزیسیون ایران و مسائل مربوط به کردستان و احتمالاً هماهنگی فعالیت ها. در نتیجه بنابر دعوت و تمایل دکتر شرفکندی قرار شد که یک نشستی برگزار بشه، ولی به هر حال در نهایت قرار بر این شد که روز پنجشنبه شب همدیگر رو ملاقات بکنیم. من در پنجشنبه شب، چون به من گفته شده بود که جمعه جلسه خواهد بود، من در پنجشنبه شب حدود ساعت 5 و 8 شب بود در خونه بودم و مصاحبه دکتر شرفکندی در روی میزم بود که بعد از دیدن اخبار ساعت 8 تلویزیون، اون مصاحبه دکتر شرفکندی رو بخونم که فردا شب که میرم ملاقات در این جلسه در واقع آماده تر دکتر شرفکندی رو میرم باش گفته بکنم. تلفن زنگ زد، نوری دهکردی بود. نوری دهکردی از یاران بسیار نزدیک، دوستان بسیار نزدیک دکتر شرفکندی بود، ساکن برلین بود، یاران دکتر قاسملو بود و خودش هم سالها در کردستان فعالیت داشت، از افراد نیروهای چپ ایرانی بود که در برلین ساکن بود. اون به من زنگ زد و در کنگره نوری دهکردی مترجم هیئت نمایندگی بود. اون به من زنگ زد و گفت که مسئله زمان این نشست یه اشکال پیش اومده. من گفته بودم که برای پنجشنبه شب صاحب رستوران که قرار بود به دیگران اطلاع بده گفته بود جمعه شب، ما الان اومدیم اینجا کسی نیست و از من خواهش کرد که برم اونجا. به هر حال من رفتم، موقعی که من رسیدم اونجا ساعت 9 شب بود و چون این سوء تفاهم پیش اومده بود، به جای اینکه 15 نفری که دعوت بودن در جلسه شرکت بکنن، عملاً به غیر از 2 نفر کسی نتونست بیاد، 2 نفر دیگه هم به طور اتفاقی اونجا بودن که دعوت شده نبودن، ولی چون در رستوران بودن بنابر درخواست نوری دهکردی اومدن سر میز ما نشستن. حدود ساعت 10:45 شب بود، ما 9 نفر بودیم، 8 نفر، 4 نفر که هیئت نمایندگی، 3 نفر هیئت نمایندگی بودن با نوری دهکردی، 4 نفر، 2 نفرم دعوت شده بودن به اونجا به اضافه 2 نفری که میهمان رستوران بودن، ولی نوری گفت اومدن سر میز ما نشستن و 4 نفر اون ور میز نشسته بودن، 4 نفر این ور میز نشسته بودن. کسانی که سر میز نشسته بودن دکتر شرفکندی بود که دبیر کل حزب بود، نوری دهکردی که از دوستان شرفکندی و از فعالین چپ در برلین بود، فتاح عبدالی بود که سمت چپ من نشسته بود، نماینده حزب دموکرات در اروپا، همایون اردلان که سمت چپ اردلان نشسته بود، نماینده
حزب دموکرات در آلمان، من بودم، پرویز دستمالچی، روبروی من مشتبه ابراهیم زاده نشسته بود که از رهبران سازمان فدایان اکثریت هست یا در اون زمان در هیئت رهبری بود، و بعد سمت راست من آقای میرراشد، مسعود میرراشد نشسته بود، و روبروی میرراشد هم آقای اسفندیار، حالا فامیلش در خاطرم نیست و اینها. به هر حال ما مشغول صرف شام بودیم و من با دکتر شرفکندی که روبروی من سمت چپ نشسته بود در حال گفتگو بودم. گفتگو هم سر مسئله ایران و کردستان و اینها بود، که در این موقع مسعود میرراشد که سمت راست من نشسته بود حرف ما رو قطع کرد. من که داشتم با دکتر شرفکندی صحبت میکردم اینطوری برگشتم به طرف صورت میرراشد ببینم چی میگه. همین که من برگشتم و الان این مطالب رو که خدمت شما در اینجا میگم، یک هزارم ثانیه است اتفاق افتاده مجموعاً با هم که من به ترتیب دارم میگم. من که برگشتم دیدم دو تا پای بسیار قوی از این درگاهی، ما در اتاق پشتی رستوران نشسته بودیم، دو تا پای قوی اومد اینجای من، سمت راست من، میان من و مسعود میرراشد ایستاد. من فکر کردم که یکی از دعوت شده هاست، به همین دلیل نگاه هم از پایین رفت آرام به طرف بالا که ببینم چه کسی آمده است. و در حینی که این نگاه من میرفت بالا، این یک مسلسل اومد رو به رو صورت من، ولی من فکر میکردم در اون زمان که روی مسلسل یه دستمال انداختن، بعدن معلوم شد که از درون یک ساک ورزشی شلیک شده. این مسلسل اومد جلو صورت من و به طرف دکتر شرفکندی شروع کرد شلیک کردن، و سه پوکه اولی که جلو صورت من پرید بیرون، من دیدم این سه پوکه رو اصلا. در همین حالی که من این صحنه رو میبینم، نگاه هم افتاد به صورت این فردی که با مسلسل میزد، صورتش تا زیر چشمش پوشیده بود. من فکر میکردم با یک دستمال بسته، بعدا مشخص شد که از این پولیبرای یقه اسکی پوشیده و این یقه رو کشیده تا زیر چشماش. و در همین لحظه من صدای مسعود میرراشد رو شنیدم که به طرف نوری دهکردی که بغل دست شرفکندی نشسته بود داد زد که نوری دکتر شر اونطوری شده، به دلیل اینکه دکتر مرگ رو دیده بود، یعنی این فردی رو که از این دست از این درگاهی اومده بود بیرون و صورتش پوشیده بود دیده بود، در حالتی که مسعود میرراشد هنوز نمیدونست چیه، هنوز نمیدون، ندیده بود، نمیفهمید، فکر کرد که دکتر سکته کرده یا چون حالت صورتش عوض شده. و در همین لحظه صدای باز مشتبه ابراهیم زاده در گوش من نشست که داد زد ترور بچه برید زیر میز، و کوشش کرد دو نفر رو با خودش بکشه زیر میز. منم هم که همین لحظه رو که دیدم، حالا همینه که میگم در همزمان هم اتفاق افتاد و در یک هزارم ثانیه، و این مسلسل رو که من دیدم و صورت بحثی دیگه به طور اتوماتیک من غریزی عمل کردم، پرش کردم عقب، برای اینم عقب زیر یک میزی که پشت ما بود افتادم اونجا دمر. همین که من افتادم، به فاصله یه هزارم ثانیه فتاح عبدالی هم افتاد زیر همون میز، یعنی اونم دیده بود، بازم اونم خوشو پر کرده بود عقب اینا، ولی موقعی که افتاد بغل دست من فاصله 50 سانت صورت به صورت بودیم، اونم دمر افتاد اونجا، دهنش پر خون بود و بعدن معلوم شد که تیر به قلبش نشسته و افتاد اونجا، و همایون اردلان هم دو تا تیر میخوره پرت میشه اونور. من هم اونجا زیر میز تکون نمیخوردم، ولی اردلان فوت کرده بود، دهنش پر خون، دیگه تکون نمیخورد، تیر به قلبش نشسته بود. بعد از دو رگبار مسلسل یک لحظه سکوت شد،
و من همونطوری که تکون نمیخوردم روش دمر افتاده بودم، فقط این نگاه همون اینطوری آوردم بالا، اون جایی که مسلسل چی رو دیده بودم که ببینم که این مسلسل چی رفته نرفته چی شده، که آیا من پاشم ها نشم. در اون لحظه من یک دستی رو دیدم که آستین مشکی داشت و به طرف دکتر شرفگندی تیر خلاص میزد. بعد از اینکه و چون آستین مشکی داشت، من فهمیدم این نفر دوم باید باشه که تیر خلاص میزنه، چون نفر اولی که بغل دست من اومد وایساد لباس مشکی تنش نبود، سبز کالکی سربازی تنش بود. من فهمیدم نفر دوم باید باشه، فقط دستش رو دیدم، آستینش رو دیدم اینها. بعد در یک لحظه، در این لحظه همایون اردلان که دو تا گوله خورده بود و بیهوش شده بود به هوش میاد، ولی نمیدونسته چی شده چون بیهوش شده، سرشو بلند میکنه و این فردی که تیر خلاص میزد به دکتر شرفگندی میره بالا سر اون و یه تیر خلاص میزنه از نزدیک به شقیقش. من این صحنه شرفگندی اینا رو که دیدم، فکر کردم که اینا به تک تک بچه‌ای که اینجا هستن تیر خلاص خواهند زد و یک برای یک لحظه یک رشه‌ای هستن هم رفت و یک فکری که اینا الان میان به تک تک تیر خلاص میزنن و الان میان بغل دست من به فتاح عبدالی هم تیر خلاص خواهند زد، اون موده بعدم یه دونه هم میزنن به کله خود من برقا. ولی بر این اتفاق نیفتاد، اینا فرار کردن و بعدم ما پاشدیم و بعد پلیس اومد و سه نفر در جا کشته شده بودن. نوری دهکردی هنوز نفس میکشید، روی میز افتاده بود و این صورتش روی این لیوان نوشیدنیش بود، لیوان پر خون بود. و ولی بعد از اینکه منتقلش، هفت گوله خورد بود، منتقلش که میکنن به بیمارستان، در بیمارستان نوری دهکردی هم فوت میکنه. این که ما را هم بعد میبرن اداره پلیس از ساعت در واقع 12 شب تا 8 صبح ما در اداره پلیس بودیم. این ماجرای اون شبه.